سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. این شبنامه رو الان که دارم خدمت شما ارائه میدم در آستانه یکی از اعیاد مهم مذهبی در کشور خودمون، یعنی عید قدیر هستیم. من به بهانه این عید که خیلی ها فلسفهش رو احتمالاً بهتر از خود من میدونن، میخوام یک ماجرای تاریخی رو بررسی بکنم. سه تا اسم رو ما در طول تاریخ در کنار هم میبینیم، به خصوص در سالهای اخیر در منطقه خاورمیانه. یکی از این اسمها ایرانی ها هستن، اسم دوم یمنی ها هستن و اسم سوم علی ابن ابی طالب. ببین، من از شیعه و اسلام و اینها حرف نمیزنم، من از شخص دارم صحبت میکنم. یک اسم داره در کنار اینها شنیده میشه و اون هم اسم علی ابن ابی طالب هست، که این دوتا گروه اون بخش هایشون که در منطقه با هم متحد شدن و دارن کارهای میدانی انجام میدن، پیرامون این اسمه، با هم یک اشتراک نظر عجیب و غریبی دارن و این اسم رو بی حد محترم میدونن، یمنی ها و ایرانی هایی که امروز جبهه مقاومت رو بخشش رو تشکیل دادن. شما 1400 سال پیش هم که فضا رو بررسی میکنی، این دوتا رو در کنار هم میبینی، قبلترش هم اینها رو در کنار هم میبینی و وقتی جلوتر میری احساس میکنی که در حوزه آخر زمانی یه حرفایی داره مطرح میشه که این حرفا داره اشاره میکنه به این که اینها در شکل گیری جغرافیای آخر زمانی جهان نقش ایفا خواهند کرد. همینهایی که به طور اتفاقی از 1400 سال پیش یک نامی به نام علی ابن ابی طالب کنارشون دیده میشه، یعنی یک ائتلافی انجام دادن با فردی به نام علی، مثل امروز روزی که در منطقه خاورمیانه از این ائتلافا شکل گرفته. مثلا شما در میدان نبرد مقاومت قاسم سلیمانی رو یک فردی میبینی که عرب‌ها، افغانستانی‌ها، ایرانی‌ها، پاکستانی‌ها اومدن باش هماهنگ شدن، با محوریت او دارن کار میکنن. در عراق وقتی بررسی میکنیم، با اوج سمپاشی ها و بمباران هایی که داره انجام میشه، ابو مهدی رو یک شخصیت محترمی میبینی که اگر لازم باشه ایرانی ها در نبود فرمانده های خودشون پشت سر او میدانداری خواهند کرد، با همه وجود در کنارش هستن. توی لبنان مشابه او یک فرماندهی رو میبینی، در یمن مشابه او فرماندهی رو میبینی. ملیتشون دیگه اینجا اولویت نداره، یعنی از هر کدوم از اعضای محور مقاومت بپرسی که الان در نبود فرماندهت حاضری با این همکاری بکنی، او همراهی میکنه، او مشکلی با این داستان نداره. مثل امروز روزی وقتی به تاریخ مراجعه میکنی، میبینی در یک جایی بین ایرانی ها و یمنی ها همین هماهنگی پیرامون علی ابن ابی طالب اتفاق میفته. ببین، من تاریخی نمیخوام بررسی بکنم، اصلا مسئله مذهبی هم نمیخوام مرور بکنم، من میخوام به این بپردازم آقا این هماهنگی که اینجا اتفاق میفته به چه شکل بوده، که شما وقتی تاریخ رو بررسی میکنی میبینی ما رو در نقطه ای که امروز دنیای ما به حساب میاد، در آستانه شکلگیری یک جغرافیای جدید با کمک همین نیروها قرار داده. بعد وقتی اینا رو میذاری کنار، اصلا این حقایق میدانی رو میذاری کنار، میری آخرالزمانی بررسی میکنی، میبینی در آخرالزمانی که به دنیا تحمیل میشه هم همین جماعتی که اونجا با اون فرد ائتلاف داشتن باز ایفای نقش خواهند کرد. من ساده ترش بکنم، رمزگشایی میکنم از چیزی که دارم خدمت شما میگم. من احساس میکنم که یک جغرافیای آخر زمانی رو اینها از 1400 سال پیش با این جنس از ائتلاف ها داشتن شکل میدادن، با این جنس از اتحادها، هماهنگی ها داشتن شکل میدادن. من میخوام یه مقدار تاریخچه این داستان رو با هم بررسی بکنیم، بعد فردا اگر فرصت شد حتما میپردازم به جنبه های آخر و زمانی این ماجرا و ایفای نقشی که این دو گروه در آخر و زمان خواهند داشت. بریم ماجرا رو تاریخی بررسی بکنیم. یک اتفاقی رو شما در ابتدای اسلام مشاهده میکنید و اون اتفاق این هست که ایرانی ها در اون زمان در نقش هایی دیده میشن که اون نقش ها بی حد مهمه. یعنی شما وقتی بررسی میکنید خود اعراب رو در این نقشه نمیبینی، نگاه میکنیم یعنی خود اینها که مثلا ادعا میکردن تو این داستان حق آب و گل دارن، توی این نقش نیستن ولی ایرانی ها هستن. مثال اگر بخوام بزنم، بعضی جاها نگاه میکنی میبینی یک ایرانی پیدا شده، او رفته در اون بازه زمانی حافظ قرآن شده. خب ما وقتی داریم از حافظ قرآن در صدر اسلام صحبت میکنیم، داریم از فردی حرف میزنیم که او یک داشته‌ای داره، او یک چیزی رو داره برای اینها حفظ میکنه که اینها برای این باورن که کلام خداوند اینهاست، پس به واسطه اون کلمه به این آدم نیاز دارن، دقیقا اینجا به این آدم نیاز پیدا میکنن. باز بررسی میکنی میبینی یه جاهایی این بلند شده رفته یک مسئولیتی رو بر عهده گرفته، مثلا در حوزه احادیث ورود کرده، یک حوزه‌ای که باز شما نگاه میکنی میبینی اولا به شدت بهش نیاز دارن، دوما او زمانی که برش مسلط شد اولا محوریت پیدا میکنه، دوما او تشخیص میده که کدام کلام معصوم و پیامبر و یاران نزدیکش باید نقل بشه. او مشخص میکنه که چون او داشته های ذهنی اونه، او مشخص میکنه که چه چیزی رو میخواد ارائه بده. ببین، شما وقتی نقش ایرانی ها رو نگاه میکنی متوجه میشی که اینها نقش هایی رو بر عهده گرفتن
که اون نقش برای جامعه ای که درش حضور دارن داره تولید نیاز میکنه. خب شما وقتی با یک همچین پدیده ای روبرو شدی، ناخواسته اون فرد برای شما محترم میشه دیگه. آقا من مثلا اومدم یک مجموعه رو تشکیل دادم، اینجا توی این مجموعه من یه رفیقی دارم، این رفیق من افغانستانیه. بعد وقتی دو تا چهار تا میکنم میبینم که این به لحاظ شخصیتی، به لحاظ توان میدانداری و به لحاظ منشی که داره میتونه یک جماعتی رو دور خودش داشته باشه. خب من به این نیاز دارم. این اصلا نیاز نیست با محوریت من کار کنه. من باید با محوریت این کار بکنم. این اصلا خودش باید بره بشه یک کانون نور. این باید بره در منطقه لشکر فاطمیون به راه بندازه، نه اینکه زیر پرچم من باشه. دقت کن، اینجور رفتارش طوریه که تو وقتی نگاه میکنی میبینی که تو به اون نیاز داری، پس باید ارتقایش بدی، پس جایگاهش باید بالا بره، پس باید به رسمیت بشناسیش. بعد یواش یواش رشد او به حدی میشه که حالا به بخش غیر قابل انکار حقیقت موجود تبدیل شده. این اتفاق برای ایرانی ها در اون بازه زمانی رخ میده. و در کنار این اتفاق شما یک ماجرای دیگر هم می‌بینی و اون هم نقش پررنگ اینها در انتقام‌هایی هست، در قیام‌های منتقمانه‌ای هست که در تاریخ بعد از اسلام اتفاق می‌افته. می‌خوام یه مقدار برگردیم عقب‌تر. در دوره پیامبر فردی به نام علی ابن ابی طالب فرستاده میشه به یمن. چیزی که ازش می‌خوان این بوده که شما برو اونجا با این قبایل صحبت کن، با این جماعتی که هستن صحبت کن، از این داشته جدیدی که ما آوردیم به نام اسلام با اونا حرف بزن، بگو همچین چیزی هست، من آوردم به شما این رو پیشنهاد بدم. اون چیزی که تاریخ به ما میگه این بوده که برای اولین بار علی ابن ابی طالب اونجا با ایرانی ها روبرو میشه. اونجا یک جماعتی رو میبینه که از دوره خسرو پرویز فرستاده شدن به یمن، اعزام شدن به یمن. بهشون گفتن که شما میرید اونجا در مقابل کارهایی که امپراتور حبشه داره انجام میده و گروه های این شکلی دارن انجام میدن، از یمنی ها محافظت بکنید. اینها متحدین ما هستن، باید برید از اینها محافظت بکنید. اینها از سالیان قبل‌تر میرن در یمن حضور پیدا میکنن، نزد یمنی ها به شدت محترم میشن، جایگاه اینها به شدت بالا میره. ببین مثل الان نبوده که مدافع حرمت بلند شه بره توی سوریه زحمت بکشه، بی بی سی بیاد پای کار و اون رو به عنوان مدافع اسد حتی به مردم خودت معرفی کنه. نه، اون موقع زمانی که طرف میرفته برای اونها شمشیر میزده، هم هموطنهای خودش هم ملتی که اونجا بودن شرافت داشتن و اون رو یک انسان بالا میدونستن. مثل امروز نبوده. و اینم داخل پرانتز بگم، مظلومیت شهدای ما رو نشون میده که شما وقتی در طول تاریخ بررسی میکنی هم حتی مشابهشون نیست که شمشیر زده باشن، امنیت تامین کرده باشن، فحش هم خورده باشن. برگردیم به بحث خودمون، از بحث خودمون دور نشیم. اونجا ایرانی ها در این منطقه ریشه دار میشن. یک گروهی در بین یمنی ها پیدا میشن به عنوان اولین قبایلی که اینها با علی ابن ابی طالب بیعت میکنن و همراهی میکنن. از قضا اون گروه یمنی که این کارو انجام میده از جمله گروهایی بوده که رابطه خوبی با ایرانی ها داشته. دقت کنین چی شد؟ یک نفری رو میفرستن یمن، او تفکر خودش رو با یمنی ها به اشتراک میذاره. در بین یمنی ها یک گروهی که به ایرانی های ساکن یمن نزدیک بوده میاد با این همراه میشه به واسطه اون گروهه، چون اینا رفیق ایرانی ها بودن دیگه. ایرانی ها هم با این تفکر و با این شخص همراه میشن و یک اتفاق مهمتر میفته. با توجه به اینکه ایرانی ها جایگاه بسیار بالایی در یمن داشتن و با توجه به شخصیت بسیار بالایی که اونجا داشتن، یمنی ها هم با علی ابن ابی طالب همراه میشن. ببین من حتی همراهی با اسلامو نمیگم، با علی ابن ابی طالب همراه میشن. همراهی با اسلام یه بحثه، شما وقتی که داخلش میای گروه های مختلفی رو میبینی، تفکرات مختلفی رو میبینی، افراد مختلفی رو میبینی، همراهی با علی ابن ابی طالب یه داستان دیگه است. یعنی اینجا یک همپیمانی اتفاق میفته. اول یمنی های همپیمان ایران این کار رو انجام میدن، بعد ایرانی ها همراه میشن و در نهایت اینجا یک اتحاد ناشناخته ای و نانوشته ای اتفاق میفته. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. من یه نکته رو میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم. فکر کنم به نظر من داستان خیلی جالبه. شما وقتی شخصیت علی ابن ابی طالب رو بررسی میکنی و زمانی که رفتار تاریخی ایرانی ها رو بررسی میکنی، به خصوص رفتاری که در منطقه داشتن و به خصوص در یمن، تاریخی دارم عرض میکنم و منظورم الان نیست، یعنی برید حدود مثلا قبل از اسلام، برید 1000 سال قبل از اسلام، اون موقعی که ایرانی ها به این جمعنی میرسن که باید لشکر بفرستن از یمنی ها محافظت بکنن، شما وقتی تاریخی بررسی میکنی میبینی که یک ویژگی مشابه رو بین علی ابن ابی طالب و ایرانی ها میبینی و اون ویژگی مشابه اینه که اینها درکشون و شناختشون از دوست و دشمن خیلی منطبقه بر همه، یعنی خیلی منطبقه بر هم رفتار کردن، خیلی منطبقه بر هم حقایق رو فهمیدن، خیلی منطبقه بر هم در کنار هم قرار گرفتن. بیایم جلوتر. تا اینجا اون حقیقتی که پیش روی همه ما قرار میگیره، همراهی ایرانی ها و یمنی ها و اتحادشون با فردی به نام علی ابن ابی طالب بوده. اسلام پا میگیره، پیامبر این اسلامه به رحمت خدا میره، اتفاقات پرفراز و نشیبی رخ میده. در یکی از این اتفاقات، یک ماجرایی که رخ میده این بوده که
فردی به نام هرمزان از نجیبزاده های ایران به همراه دخترش و همسرش به شکل فجیعی کشته میشه. کل داستانم این بوده، میگن آقا شما احتمالا در قتل یکی از چهرهای معروف اسلام نقش داشتی، به خاطر اینکه احتمال میدادن این رو به شکل فجیعی میکشن. اون کسی هم که این قتل رو انجام میده، این جنایت رو انجام میده، جایگاه بالایی داشته در اسلام، یعنی آدم پایینی نبوده. زمانی که این اتفاق رخ میده، مولا علی اولین شهید خلقهای خاورمیانه خیلی صریح یک جمله ای رو در خونخواهی ایرانی ها مطرح میکنه. دقت کنید، در دفاع از ایرانی ها نه، در خونخواهی ایرانی ها مطرح میکنه و وقتی تاریخی بررسی میکنی میبینی این خونخواهی را میره محقق میکنه. یعنی اون فردی که حضرت این حرفو خطاب بهش زده و وعده داده، گفته به خاطر قتل ایرانی ها من تو رو محاکمه میکنم، این اتفاق رو برای او رقم میزنه. جمله ای که ایشان مطرح میکنه این بوده که ای فاسق، اگر روزی بر تو دست یابم تو را به خونخواهی هرمزان خواهم کش. یه ایرانی رو زدی کشتی، به فجیع ترین شکل ممکن زنشم و فرزندشم به فجیع ترین شکل ممکن کشتی، در صورتی که او بیگناه بوده من از تو انتقام خواهم گرفت. و این کار رو حضرت انجام میده. ببین من دارم چه اشاره میکنم، ببین شما تاریخ رو وقتی بررسی میکنی میبینی اتحاد شکل گرفته، درسته یا من دارم اشتباه میفهمم؟ مثل امروز روزی که ایرانی ها و عراقی ها و کجا زیر یه پرچم وایستادن، وقتی اسم ابو مهدی میاد تو دشمنی باش نمیبینی، نمیگی که نه او عرب است من عجمم، نه نگاه میکنی میگی که آقا نه من احساس میکنم که این داره برای پرچم مشترکمون خوب شمشیر میزنه. وقتی مثلا اسم فلان سردار ایرانی میاد، اون عراقی همین حسو نداره بگی که آقا مثلا این از ما نیست، نه احساس میکنه میگه آ این برای پرچم مشترکمون خوب داره شمشیر میزنه. اتحاد شکل میگیره زمانی که او به یمن میره، با یمنی ها هماهنگ میشه، با ایرانی ها هماهنگ میشه و اونها رو به خودش همراه میکنه، اتحاد شکل میگیره. جلوتر میاد، فشارها و فرازنشیبای اتفاق میفته، او به خونخواهی از اینها وعده هایی میده و بعد میرسن به دوران حاکمیت ایشان. شما یک جنگی رو میبینید به نام جنگ جمل که بر حکومت ایشان تحمیل میشه، بر جامعه اون زمان تحمیل میشه. ایشان با همکاری و هماهنگی یمنی ها و به خصوص ایرانی ها این جنگ رو مدیریت میکنه که انصافا این همراهی و این ایستادگی ایرانی ها اونجا خالصانه و فداکارانه بوده و به حدی شاهکار اینها میآفرینن که ایشون در مقابل معاویه هم زمانی که قرار میگیره نامه ای مینویسه به همدان و نامه ای مینویسه به آذربایجان و دیگر نقاط ایران و اونجا درخواست نیرو و درخواست کمک میکنه. اینا بخشی که در تاریخ اومده، کاش یک جای یک عده این رو مفصل بررسیش بکنن. تاریخ رو زمانی که میایم جلوتر، زمانی که ایشان به شهادت میرسه، باز شما یک جماعتی رو میبینید که این جماعت یک رفتاری رو از خودشون بروز میدن که این رفتار هدفمنده. دوستان ابتدای بحثی که شروع کردیم دقت کردید چی خدمتتون عرضم گفتم؟ ایرانی ها در ابتدای اسلام رفتن در جایگاه‌های قرار گرفتن که اونا نیاز تولید میکنه، به واسطه حضور در اونجا بقیه به اینا نیاز دارن. یکی از جاهایی که اینها قرار میگیرن جایگاه روایتگری حدیث بوده. یکی از کسانی که پس از شهادت علی ابن ابی طالب به جرم نقل حدیث قدیر و ترویج این حدیث کشته میشه یک ایرانی بوده. فهمید چی شد؟ یعنی اینا میرن جای مهمی رو میگیرن، بعد اونجا مشخص میکنن که من باید به نسل بعدی چی رو توضیح بدم. اون مشخص میکنه چون اون ایرانی الان تسلط داره، بعد اون میفهمه که چه تفکری رو باید ترویج بکنه که اون تفکر یک تفکر سالم در جهت خدمت به انسان ها باشه. من ساده ترش بکنم، وقتی که فضا رو بررسی میکنیم میبینی در اتحادی که در این ماجرا شکل گرفته، در اون ابتدای اسلام بین یمنی ها و ایرانی ها و بین اتحادی که با محوریت علی ابن ابی طالب اینجا انجام شده، شما تشکیل و سنگبنای یک اتحاد آخرالزمانی رو داری میبینی، اتحادی که الان هم به شیوه دیگری در منطقه ما داره خودش رو نشون میده. دوست داشتم یک بار بخشش رو تاریخی و هم بررسی بکنیم، ولی خب این بحث تخصصیه، یعنی یک نفری باید پیدا بشه. حالا من مثلا این راوی حدیث ایرانی که به شما گفتم، این خودش داستان زندگی جالبی داره. ایشون یک انسانی بوده که آوازخوان بوده، بعد با علی ابن ابی طالب آشنا میشه، بعد تو این فضا این شغل رو کنار میذاره، پارچه فروش میشه، بعد در نهایت میشه راوی حدیث و او حرفایی میزنه که اون حرفا در ترویج یک مدل تفکری نقش داشته. خیلی طولانیش نمیخوام بکنم، باز عرض میکنم اینها چیزهایی است که یک بار باید به طور تاریخی بیاد بررسی بشه و فکر میکنم حرفای جذاب خیلی میتونه داشته باشه. ما الان در منطقه از تشکیل یک جغرافیای جدید داریم صحبت میکنیم. این جغرافیا مربوط به امروز و دیروز نیست، سالیان سال روی این وقت گذشته شده. حالا من نمیدونم بخشش رو باید این معجزه بوده، بخشش رو باید بگیم اتفاق بوده، که اگه بخوام بگیم اتفاق بوده ما خیلی خوش شانسیم.
ما خیلی خوشحالیم که این روند تاریخی طی شده و این داستان یک جنبه آخر و زمانی هم داره که من سعی میکنم بخشی از اون رو به یاری خدا در شب آینده اگر محتوای جدیدتر و در اولویتی نداشته باشیم خدمت شما ارائه بدم. دوستان من نکته دیگه‌ای ندارم. اگر شما احساس کردین نکته‌ای هست حتما در قالب پیام برای من بفرستید، کمک کنید که این بحث کامل‌تر بشه. خیلی مخلصیم، خیلی ارادت داریم، وقتتون بخیر.